این روزها کارزارها علیه رئیسی جلاد در آمریکا و اروپا در مورد سفر رئیسی به نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل بسیار فعاله. همراه هستیم با آقای شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقامت ایران تا ببینیم آخرین فعالیت در زمینه سیاسی و رسانه حقوقی چیه؟ سلام میکنیم به شما آقای قبادی و به عنوان اولین این سال میخواستیم بپرسیم که این روزها کارزار علیه رئیسی هم از شکایت حقوقی و فعالیت های سیاسی و رسانه ای در جریانه اگه بشه شما مقداری توضیح بدید که این کارزارها الان در چه نقطه ایه؟ من سلام میکنم خدمت شما و اجازه دین ابتدا سلام کنم خدمت همه هموطنان عزیز به خصوص قهرمانان کانون شورشی که هر روز با اقداماتشون و فعالیتشون ناقوس مرگ این رژیم و اینکه آزادی مردم ایران در آینده نزدیک محقق میشه رو به صدا در میارن خب قبل از اینکه به سوالتون مستقیم جواب بدم اجازه بدین یه کمی بگم که ما در چه پروسه‌ای رو طی کردیم و الان در چه نقطه‌ای هستیم بل. و خب که میدونید در برنامه گذشته تون خب بوده میدونید که یک شکایت علیه رئیسی در دادگاه فدرال منطقه جنوب نیویورک ثبت شده این دادگاه از اهمیت خیلی زیادی برخورداره آمریکا در سال 1776 به صلاح استقلالش اعلام کرده این دادگاه در حقیقت از اولین هایی است که در آمریکا تأسیس شده یعنی این دادگاه الان بیش از 220 سال عمر داره و از اولین های فدرال یعنی دادگاهی که به مسائل کل کشور بر مورد بررسی قرار میدن هست که تأسیس شده یعنی از قدیمی ترین دادگاه های آمریکاست و از مهمترین دادگاه های آمریکاست در بسیاری مقاطع به اون دادگاه مادر حتی بهش اطلاق شده و در طول این 20 سال و حتی در سالهای اخیر برخی از مهمترین پرونده هایی که مربوط به مسائل امنیت ملی یا مسائل کل آمریکا بوده در این دادگاه بررسی شده از جمله دادگاه مثلا حمله به برج های تجارت جهانی در سال 1993 در این دادگاه مثلا مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری دادگاه های دیگه از این قبیل که از اهمیت زیادی برخورده بوده این پرونده این شکایت الان در این دادگاه ثبت شده و همونجور که میدونید خب مهمتر از این اینه که این 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 دادگاه این پرونده رو و این شکایت رو پذیرفته و عنوان یک کیس قابل بررسی و قابل به استماع و این رو هم خیلی سریع در دستور کار گذاشته همونجور که حتما میدونید در برنامه قبلتون هم بود قاضی برای مشخص شده تاریخی برای بررسی شکایت علیه رئیسی مشخص شده که اینا نشان دهنده اهمیت موضوع هست و اینکه دستگاه قضایی آمریکا اهمیت خاصی برای این موضوع برخورد داره که خب میدونید خود برنامه قبلی هم بود این خبر قبلا در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر نمایندگی شورای ملی موقت ایران در واشنگتن در 25 اوت با حضور آقای مایکل موکر موکزی وزیر دادگستری سابق آمریکا و پروفسور استیو اشنیبام که وکیل اصلی این پرونده هست اعلام شد با حضور برخی از شاکیان یعنی اینکه این موضوع الان به یک موضوع جدی در داخل خود آمریکا تبدیل شده و مورد بحثه این شکایت هم از زوایای مختلف قابل توجهه هفت شک... به اصطلاح جرم مشخص در رابطه با رئیسی مطرح شده که جرمه جرم خیلی جدی هست از جمله نسل کشی جنایت علیه بشریت قتل فراق قانونی و شکنجه که هر کدوم از دیگری به اصطلاح لحاظ جرم شناسی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و طبعا با چنین شکایتی در چنین دادگاهی در با چنین زمانمندی و چنین سرعتی هر کسی میفهمه که موضوع از اهمیت زیادی برخورده این تاج که به زاویه حقوقی برمیگرده البته من وکیل نیست، نیستم حقوقدانم نیستم ولی اینها چیزایی که کاملا از حتی برای کسی که متخصص امور حقوقی نیست واضح و مبرهنه اما به لحاظ سیاسی این موضوع از یک اهمیت دیگری هم برخورداره ببینید این شکایت در آستانه سفر اعلام شده رئیسی به مجمع عمومی ملل متحد که قرار است در تاریخ 20 سپتامبر یعنی دقیقا 17 روز دیگه از امروز شروع بشه مورد بررسی قرار میگیره و اعلام شده مجمع عمومی ملل متحد در اقت مهمترین گرده همایی سالانه سران کشورهای جهان و بالاترین نقاط تصمیم گیری جهانی هست کسانی که در این مجمع مشخصا در اون اجلاس یک هفته ای شرکت میکنن یا بسیار رؤسای قوه مجری هستن یا معاونینشون یا پایین ترین سطحشون وزرای امور خارجه هستن یعنی کسانی که کشورها رو در این اجلاس نمایندگی میکنن در این سطح هستند حالا 193 کشور عضو سازمان ملل هستند تنها کشوری که فردی که قرار بیاد نمایندگیش کنه با وضعیتی که رئیسی روبرو هست روبروست رژیم آخوندیه یعنی اون میاد به شهری که در همون شهر دادگاهی با وزنی که الان توضیح دادم یک شکایت حول نسل کشی و جنایت علیه بشریت در رابطه با همون فرد و مورد بررسی قرار میده از این لحاظ واقعا میشه گفت که رژیم آخوندی در یک وضعیت منحصر به فردی قرار داره یعنی میاد قصد داره یا اعلام کرده که بیاد در چنین مجمعی و شخص رئیسی شرکت کنه با چنین وضعیتی که گفتم هیچ حکومت دیگری با این وضعیت روبرو نیست طبعا الان این موضوع هرچه نزدیکتر میشیم به خود اجلاس مجموعی مورد توجه بیشتر مشخصاً مطبوعات قرار میگیره و شاهد مقالات متعدد توجه رسانه ها به این موضوع هستیم و همینجور توجه محافل سیاسی و قطعا در روزهای آتی بیشتر هم خواهد بود و تا که به رژیم برمیگرده خب در یک مخمسه خیلی جدی در این رابطه افتاده از یک طرف اگر بیاد گفتم با یک جنجال یک افتضاح سیاسی با یک وضعیت خیلی نامطلوب لحاظ سیاسی که گفتم از این لحاظ انگشتنماست نماست پیشا پیش اگر هم که نیاد در اقل یک عقب نشینی هست و نشون میده رژیم خودش پذیرفته که با چه بحرانی رو بروست و چقدر در سطح جهانی ایزوله است که جایی که همه کشورها شرکت میکنند به وضعیت خاصی که این رژیم داره و خاص الخاص به خاطر رئیسی که این رژیم رو در تمامیتش نمندگی میکنه و به آینه تمام ایار این رژیم هست نمیتونه در چنین مجمعی شرکت بکنه لذا ما با یک وضعیت خیلی خیلی میشه گفت متحول در این حال مهمی رو هستیم و هر که میگذره این تنگنا برای رژیم در این زمینه بیشتر میشه بله، شما خودتون سالها تجربه رویارویی با رژیم آخوندی در سطح بینومیلری رو داشتید چند نمونه از همین اقدامات هماهنگ مقامات ایران بین اشرفشان ها و شخصیت های سیاسی و پارلمانی علیه حضور مقامات رژیم آخوندی در مجموعه بینومللی بوده میشه شما این نمونه ها رو برامون بگید و اینکه چه اقدامات بیشتری هم میشه در این رابطه انجام داد بله فکر کنم نزدیکترینش موضوع این بود که سال گذشته در ماه ژانویه هنگامی که در شهر گلاسکو اسکاتلند قرار بود سازمان ملل اجلاس حول موضوع محیط زیست برگزار کنه که با صحبت های این بود که رئیسی میخواد شرکت بکنه از جانب رژیم خب رئیسی تازه حدود چند ماه بود که روی کار بود به عنوان رئیس جمهور رژیم و میخواست بره در اونجا و ارزندام کنه به لحظه به اما همونجور که شادیاتون باشه در ماه سپتامبر و ماه اکتبر سال گذشته یعنی یک سال قبل و یازده ماه قبل هواداران مقامت ایران بازماندگان قتل آم شده هفت علیه رئیسی در انگلستان و مشخصا در اسکاتلند شکایت کردند همون موقع هم در اسکاتلند یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد که باز همون تبدیل شد به یک موضوع جنجالی در همون کشور و توجه خیلی زیادی از رسانه ها از جمله روزنامه تایمز لندن هم یادم هست و تقریبا تمام روزنامه های اسکاتلند و تلویزیون اسکاتلند و خبرگزاری های از جمله خبرگزاری فرانسه رو به این موضوع جلب کرد که چنین فردی اصلا حق نداره در چنین مجمع شرکت کنه و تبدیل شد به یک ماجرای خیلی بزرگ و مورد توجه که خب پلیس اسکاتلند و انگلستان هم گفتن بله ما چنین شکایتی دریافت کردیم و در حال بررسی موضوع هستیم که نهایتا باعث شد رئیسی نره البته رژیم خب طبعاً وقتی با چنین وضعیتی روبرو شد ادعا کرد که قصد نهایی برای رفتن وجود نداشته و قیس الهازا در حالی که قبلش کلی صحبت از این بود که رئیسی شخصا میخواد در این اجلاس شرکت بکنه که اونجا هم باز ما شاهد فعالیت همونجوری گفتید هماهنگ بین مقامت ایران وکلا و شخصت های سیاسی حامی مقاومت و مشخصا اشرف نشان ها بودیم خیلی مشابه وضعیتی که الان در نیویورک میبینیم لذا در طی این چهل سال گذشته ما موارد متعددی مشابه این داشتیم که وقتی که مقاومت ایران طبعا با پشتبانی حامیانش چه در سطح بناملی و به طور خاص اشرف وارد صحنه میشه و حقانیت مقاومت و اسناد مدارک رو ارائه میکنه و در مجاری حقوقی و سیاسی میندازه طبعا راه رو بر رژیم میبنده و الان گفتم در همین نیویورک هم ما با همچین وضعیتی برای رژیم روبرو رو هستیم اون هم در بالاترین مجمع جهانی که در هفته های آتی قرار در سطح جهان برگزار بشه با تشکر از شما آقای قبادی که مهمون برنامه ما بودید و به سالات ما پاسخ دادید خواهش میکنم روزتون بخیر